سلام به همه شما همراهان عزیز با یکی دیگه از برنامه های پروژه من در خدمت شما هستم من سپیده سعیدی نجات فوق لیسانس روانشناسی دارم مربی زندگی هستم و به انسان ها کمک می کنم تا گذشتشون رو فراموش کنند و توانایی ها و استعدادهای درونیشون رو پیدا کنند و با ایجاد باورهای درست راجب خودشون و راجب بقیه آینده ای که دوست دارن برای خودشون رقم بزنن امروز میخوام جواب یکی از های شما دوستان عزیز رو بدم که برام توی اینستاگرام فرستادید من هر هفته سعی میکنم که های شما رو جواب بدم و بتونم انشالله توی زندگیتون تغییری که دلتون میخواد رو با کمک همدیگه ایجاد کنیم خب سال امروزمون راجع به اینی که این دوستمون از من پرسیده من چطوری میتونم گذشتم رو پاک کنم این گذشته برای من استرس های زیادی به وجود آورده و همش ناخداگاه من دارم این گذشته رو مرور میکنم من فکر کنم این مسئله یه ای که برای خیلی از آدم ها اتفاق میفته که ناخداگاه همش برمیگردن به گذشته ای که قبلا براشون اتفاق افتاده و این آ... آینده ای رو که دارن ناخداگاه خراب میکنن و این لحظه حالی که هست رو از خودشون میگیرن ولی امروز میخوایم نگاه کنیم دلایلی که ما برمیگردیم به این گذشته چیه چرا ماهی با اینی که خودمون میدونیم که اون گذشته تموم شده میدونیم که این گذشته داره برای ما یک سری احساسات ناراحت کننده میاره همچنان چسبیدیم به این گذشته و ولش نمیکنیم دلایلش چیه یکی از دلایل خیلی مهمی که داره اینه که شما به عنوان یک انسان همیشه میخوای خودتون رو از خطر خطری که در آینده قرار اتفاق بیفته از خودتون مراقبت کنید از خودتون محافظت کنید بنابراین مغز شما میاد برای محافظت از خودش اتفاقهایی که در گذشته براش افتاده رو نگاه میکنه و به قول معروف میخواد از اون اتفاقها درس بگیره و یه کاری کنه که اون اتفاقات در آینده نیفته بنابراین برای اینکه شما یک اطمینان خاطری داشته باشید شروع میکنید به گذشته نگاه کردن و این گذشته انقدر روی شما سنگینی میکنه که انگار دیگه دارین همش توی گذشته زندگی میکنید ولی واقعیتش اینه که ما به خاطر اینکه از خودمون مراقبت کنیم در آینده داریم لحظه ی حالمون رو خراب میکنیم چون همه شما احتیاج دارید این احساس امنیت رو توی وجودتون بکنید و به ما یاد داده شده انگار که اگر ما حواسمون خیلی به گذشته باشه و از گذشتهمون خیلی استفاده کنیم توی زندگیمون آینده رو میتونیم بسازیم ولی در واقع اتفاقی که میفته اینه که شما در گذشته یک سری اشتباهات کردید خب و این اشتباهات باعث شده که یک سری تصمیماتی راجبه خودتون بگیرید و این تصمیمات در نهایت باعث شدن که شما اون ریسک پذیریتون تو زندگی کاهش پیدا کنه یا باعث این شده که بترسید از آینده ای که پیش روتونه چه اتفاقی میفته نگاه کنید شما مغزتون میخواد شما رو محافظت کنه درست بنابراین میاد فکر میکنه که خب پس من اگر بخوام اون طرف رو ازش محافظت کنم بیام یه سیچویشن و شرایطی ایجاد کنم که مثل گذشته باشه چون مغز ما از چیزهای ناشناخته میترسه ماها میترسیم که به قول معروف اوپن باشیم برای اتفاقهای جدیدی که داره زن... توی زندگیمون میفته در نهایت فکر میکنیم که خب مثلا اگر من یک بیزنسی داشتم مثال میزنم براتون اگر من یک بیزنسی داشتم این بیزنس فیل شده و من نتونستم به اون جایی که میخوام برسم ناخداگاه فکر میکنیم اگر یک بیزنسی جدیدی بزنیم دوباره اون فیل میشه یعنی مغز ما شروع میکنه سازی میکنه شرایطی رو که در گذشته افتاده یا من اگر توی یک رابطه ای بودم و اون تو اون رابطه طرف به من خیانت کرده یا به من دروغ گفته یا من رابطه خوبی با اون آدم نشم یا اصلا این رابطه تموم شده ناخداگاه فکر میکنم اگر من وارد رابطه جدیدی هم بشم این رابطه صد درصد شکست میخوره طرف به من خیانت میکنه پس من بهتر اصلا وارد هیچ رابطه ای نشم و در نهایت تنها بمونم و توی اون تنهایی که شما دارین دوباره شروع میکنین گذشته رو مرور کردن چون واقعیتش اینه این که آینده ای که به وجود نیومده چون شما خودتون رو به قول معروف دارین از این آینده محافظت میکنین و نمیرید توی آینده و توی لحظه حال همش دارین به گذشته فکر میکنین و همه اتفاقهای بدی که افتاده و مغز ما این گرایش رو داره که به چیزهای منفی زیاد فکر کنه من باوری که دارم اینه که شما اگر میخواین توی زندگیتون پیشرفت کنین اگر میخواین آینده جدیدی برای خودتون بسازید باید تمایل داشته باشید که با چیزهای ناشناخته کامفتبل بشید راحت باشید یعنی از آینده که نیومده آینده رو برای خودتون پیش بینی نکنید من همیشه این شوخی رو میکنم که اگر شما قرار آینده رو پیش بینی کنید حداقل فالگیر بشید از توشم یه پولی در بیارید اینم بشه بیزنستون ولی اگر فالگیر نیستید و این بیزنس شما نیست بهتره که این آینده رو جایی که همش ناخداگاه بشینید پیش بینی کنید و با این نگرانی ها خودتون رو اذیت کنید به خودتون اجازه بدین که کائنات که خداوند که این زندگی برایتون یک آینده جدیدی خلق کنه حالا چطوری ما میتونیم این آینده جدید رو خلق کنیم با کنار گذاشتن, با کنار گذاشتن این گذشته ای که داریم حالا من میخوام یه چیزی براتون بگم که خیلی مهمه مثلا اگر به شما بگن چه میدونم دیروز غذا چی خوردین یا هفته پیش غذا چی خوردین یا چه اتفاقی افتاده ممکنه شما به یاد نیارید ولی اگر من به شما بگم که توی صحنه ای که 911 اتفاق افتاد و این برج آمریکا رو زدن شما کجا بودین داشتین چی کار میکردین همه شما اون صحنه رو یادتون میاد چرا یادتون میاد با اینی که چه میدونم حداقل 15 16 سال ازش گذشته خیلی وقت ازش گذشته ولی اتفاقی بود که شما ایرونی بودین افغانی بودین آمریکایی بودین همه آدم ها با این اتفاق یهو یک شوکی بهشون وارد شد و یک اتفاقی بود که توی تاریخ بشر ثبت شد چرا شما این صحنه رو یادتون میاد چون هر صحنه هر اتفاقی که همراه با احساسات باشه یعنی یک احساساتی وابسته به اون مسئله باشه شما یادتون میاد چون احساسات باعث میشن که شما قدرت یادآوری اون مسئله بالا بره توی ذهنتون و به شما کمک میکنن که اون خاطره رو نگه دارید بنابراین من خودم اگر یادم بیاد توی خونه نشسته بودیم جلوی تلویزیون با مادر پدرم بودم و دایم قرار بود بیاد خونهمون و همون موقع تلویزیون روشن کردیم و این احساس وحشت که چه اتفاقی افتاده همه ما رو گرفته بود. دقیقا اون زمانی که من این خاطره رو به طور واضح یادم میاد. یا خیلی از خانم ها توی رابطهشون هزار بار یک مسئله ای رو که اتفاق افتاده هی بیان میکنن چرا هی بیان میکنند برای اینکه یک احساسی، وابسته شده به اون اتفاقی که افتاده یعنی مثلا اگر شوهرشون بهش دروغ گفته یا بهش خیانت کرده یا یه کاری رو که میخواستن انجام نداده اون احساس ناراحتی و عصبانیت چسبیده به این اتفاقی که افتاده بنابراین هر دفعه این آدم به این اتفاق فکر میکنه این احساسات دوباره توی درون خودش فعال میشه پس صحنه هایی رو که شما باهاش احساسات زیاد باهاش اتچ نکردین شما به یاد نمیارید و اصلا یادتون نمیاد چه اتفاقی افتاده پس بنابراین برای اینی که شما بتونید از گذشتهتون رهایی پیدا کنید ما باید اول یاد بگیریم که این احساسات چسبیده به این اتفاقات رو جدا کنیم ازش چون اتفاق بدون احساس هیچ معنی نداره و شما کاملا مثل تمام مسئله دیگه فراموش میکنید میتونید فراموشش کنید منتها اتفاقی که میفته بیشتر انسان ها از احساساتشون میترسن یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیدن که احساساتشون رو تجربه کنن و تای احساس ناراحتی درونشون میاد تای احساس عصبانیتی میاد توی درونشون میخوان ازش فرار کنن خودشون و حواسشون رو پرت میکنن یا اصلا میرن توی دیپرشن توی افسردگی که اون هم احساس نیست نتیجه فیل نکردن و احساس نکردن اون احساسات ناراحتیه که باعث میشه شما دیپرشن بگیری باعث میشه استرس بگیری تو زندگیتون و حالتون خوب نباشه پس اگر شما دوست عزیز تصمیم گرفتی توی زندگیت گذشتت رو فراموش کنی باید این تمایل رو داشته باشی که احساساتت رو درون خودت پردازش کنی منظورم چیه؟ شما این کار رو حتما میتونید با یک متخصص انجام بدین یعنی یک مشاور یک مشاور خوب میتونه به شما کمک کنه و اون فضا رو برای شما فراهم کنه تا شما بتونید اون احساسات ناراحتی احساس غم احساس عصبانیت رو کاملا توی بدنتون احساسش کنین که این پروسه حدودا مثلا 20 دقیقه تا نیم ساعت طول میکشه تا کاملا این احساس توی بدن شما پردازش بشه و از بدن شما بیاد بیرون وقتی این احساس از بدن شما میاد بیرون اون وقت اون اتفاق انقدر روی شما اثر نداره و انقدر شما رو نگران و ناراحت نمیکنه چون وقتی اون احساس میاد بیرون یک اتفاق خوب دیگه میافته. اینه که شما میتونید خودتون رو و طرف مقابلتون رو ببخشید وقتی که من از دست یکی عصبانیم یا از دست خودم عصبانیم این عصبانیت باعث میشه که من نتونم خودم رو ببخشم و وقتی نمیتونم خودم رو ببخشم ناخداگاه درگیر میشم توی گذشته ای که برام اتفاق افتاده و تمام زندگی میشه اون گذشته هی hey به خودم میگم چرا من اون اشتباهو کردم من فلان رو نباید انجام میدادم یا طرف مقابلم نباید با من اینطوری حرف میزد یا نباید اون کارو انجام میداد بنابراین خودم رو میندازم تو دله گذشته ولی شما وقتی به خودتون اجازه بدین که این احساس ناراحتیه رو تجربه کنید، من حتی خیلی دیدم که آدم ها و حتما لازم نیست که ما بشینید ناراحت باشید گریه کنید اشک بریزید اون یک فرمی از ناراحتیه بعضی وقتها ما, ما میتونیم ناراحتی رو به فرمهای مختلفی از بدنمون رها کنیم مثلا یک آدمی وقتی ناراحته میتونه جایی اینه که از ناراحتیش فرار کنه و نخواد که با ناراحتیش وقت بگذرونه بیاد اون لحظه اون ناراحتی رو به قول معروف چنل کنه توی نقاشی کردن اجازه بده این احساس ناراحتی نقاشی کنه یک چیزی رو خلق کنه یا حتی رقصیدن یعنی حرکت موومنت توی بدن باعث میشه که این ناراحتی از بدن شما بیاد بیرون ممکنه دستتون پاتون همه جا رو تکون بدیم و این ناراحتی بیاد بیرون من یه سر آدم های دیگر دم کیک میپزن یعنی اون ناراحتی رو با کیک پختن از بدنشون میان بیرون بیرون یا با ورزش کردن بنابراین بیرون آوردن ناراحتی یا عصبانیت به یک فرم نیستش که من فقط ناراحتم بعد نشینم گره کنم نه شما میتونید این ناراحتی رو جور دیگه از بدنتون بیارین بیرون و به خودتون و بقیه واقعا لطف کنید و انقدر توی گذشته نباشید و یه چیز دیگه این که خیلی مهمه اینه که بدونید یاداوری گذشته فقط ترس های شما رو بیشتر میکنه باعث میشه که شما نتونید نه به خودتون اعتماد کنید نه به بقیه و اعتماد نکردن به خودتون باعث میشه که آینده زیبایی نتونید برای خودتون خلق کنید و ناخودآگاه فکر کنید که نکنه مثلا من اگر فلان کار رو بکنم دوباره اون اشتباه اتفاق بیفته من به شخص باور دارم که توی هر ثانیه به شما یک شانس دوباره داده میشه تا زندگیتون رو تغییر بدین این شانس دوباره این نیست که حتما باید یک اتفاق بزرگی برای شما بیفته که تا شما بگین اوه یک شانس دوباره ای به من داده شد تا زندگی کنم نه شما همین نفسی که میکشید یعنی به شما شانس دوباره ای داده میشه تا زندگی زیبا و قشنگی برای خودتون بسازید و شمایید که میتونید از این شانس استفاده کنید با فوکس کردن و تمرکز کردن روی احساسات مثبت ببینید احساسات عین یک عضله میمونه شما باید یاد بدین به این عضله و ترینش کنید که این عضله قوی بشه حالا میتونید انتخاب شماست شما میتونید فوکس کنید روی این عضله ای که همش ناراحت باشید همش خودتون رو سرزنش کنید همش قربانی باشید یا میتونید روی این عضله فوکس کنید که من میخوام آدم مثبتی باشم من میخوام توی زندگیم تغییر ایجاد کنم و احساسات خوب و مثبت رو توی زندگیتون بیارید یه کار خوبی که میتونید بکنید اینه که برای اینکه این عضله این رو به قول معروف ترینش کنید و مثل جیم رفتنه اینه که هر روز باهاش کار کنید اینه که شما دوستهایی آدمهایی در کنار خودتون قرار بدید که این انسانها انسانهای مثبتی هستند اتفاقا دقیقا کاری که من در گروه درمانی ها هم میکنم همینه انسان های مختلف رو از تمام نقاط روی کره زمین در کنار همدیگه قرار میدم و این زنها همشون یک هدف دارن و هدفشون اینه که زندگی بهتری برای خودشون بسازن گذشتهشون رو فراموش کنن به توانایی هایی که میخوان توی زندگیشون برسن و در کنار این گروه بودن با اسمش که زندگیشون بهتر بشه و با کوچینگ من و راهکارها و متد که بهشون میدم بهشون کمک میکنه که اون زندگی که دلشون میخواد برای خودشون بسازن بنابراین من بهتون پیشنهاد میکنم برای فراموش کردن گذشته سعی کنید انسانهایی رو در کنار خودتون قرار بدین که آدمهای مثبتی هستند و اونها هم دارن به آینده روشن برای خودشون نگاه میکنن شما هیچ فایده ای نداره که به یک آینده تاریک و سخت و وحشتناک فکر کنین چون این آینده سخت و تاریک و وحشتناک هیچ کمکی به شما نمیکنه اون آینده اتفاق نیفتاده اون آینده هنوز برای هیچ آدمی این توی فیزیکال ریالیتی وجود خارجی نداره ولی اون آینده رو شما دارین توی مغزتون میسازید شما بهتره آینده ای توی مغزتون برای خودتون بسازید که بهتون توی زندگیتون کمک میکنه دلتون میخواد توی زندگیتون اون گذشته رو فراموش کنید و برگردید به آینده این که میخواین باید یاد بگیرید که احساساتتون رو درون خودتون پردازش کنید دو در کنار آدم های مثبت قرار بگیرید سه باید یاد بگیرید یک سری عادت های روزانه به برنامهتون اضافه کنید همون جوری که بهتون گفتم عین ازوله میمونه بنابراین شما تنها ازوله رو وقتی میتونین ترینش بدین که برید جیم ورزش کنین ازش استفاده کنین و این ازوله چجوری میتونه واقعا قوی بشه اینه که شما هر روز یک سری عادت اضافه کنید به برنامهتون مثلا روزی ده دقیقه بذارید برای مراقبه کردن برای با خودتون تنها بودن اگر نمیدونید چجوری مراقبه کنید من توی اینستاگرامم و توی کانال ذهن زیبا توی برنامه ای که دارم به آدم ها یاد میدم که چجوری مراقبه کنن یک سری مراقبه ها اونجا دارم که شما میتونید برید و فالوش کنید و گوش بدید و ازش استفاده کنید اگر توی آمریکا هستید تو کانادا هستید تو اروپا هستید مدیتیشن سنتر های خیلی زیادی هست که شما میتونید برید اونجا و یاد بگیرید مدیتیت کنید حتما یک دفترچه برای خودتون اختصاص بدید چیزهایی که خوشحالتون میکنن رو تو این دفترچه بنویسید آینده ای که دلتون میخواد رو تو این دفترچه بنویسید از خداوند بخواین که اون چیزی که دلتون میخواد براتون اتفاق بیفتند اگر یک اتفاق بدی براتون افتاده قرار نیست این اتفاق دوباره برای شما بیفته تنها این اتفاق دوباره برای شما میفته اگر شما شروع کنید همش بهش فکر کردن و همش مغز خودتونو مشغول کردن به اینکه این دوباره اتفاق برای من میفته همه آدم ها آدم های بدی من دیگه به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم و تمام این باورهای غلطی که برای خودتون ساختین نگاه کنین این تابلوی نقاشی که به شما داده شده هر روز به شما داده میشه سفید سفیده شما میتونید اینو بردارید سیاه سیاه کنید یا میتونید این تابلو رو نقاشی کنید همون جوری که دوست دارید زندگی هم دقیقا همین جوریه این نیستش که من خیلی آدم مثبت نگریم یا چیزهای منفی زندگی رو نمیبینم نه توی این دنیا آدمهای بد هم وجود دارن اتفاقهای بد هم میافتند ولی همه زندگی قرار نیست اینجوری باشه میتونه تغییر کن. بکنه شما باید به خودتون اجازه بدید که زندگی رو که دلتون میخواد بسازید و بدونید که انسان توانمندی هستیم و از این توانمندیتون استفاده کنید برای خلق چیزهای جدید توی زندگیتون من توی روانشناسی معنوی که خوندم که با اون عرفان معنویت و روح شما در ارتباطه به شما کمک میکنه که برگردید به قلبتون به اون عشقی که توی وجودتون دارید و اون عشق به شما کمک میکنه که دوباره انرژی بگیرید همون جوری که دیدید اون عشق به شما کمک میکنه بعضی وقتا عشق به آدمهای دیگه باعث میشه کارهایی که تا حالا تو زندگیتون نکردین برای آدمهای دیگه بکنید منتها شما یادتون رفته که یک آدمی توی درونتون وجود داره که همونقدر عشق میخواد که همونقدر محبت میخواد عوض اینکه ما دنبال این باشیم که این محبت رو عشق رو از بقیه دریافت کنیم باید یاد بگیریم که این محبت و عشق رو از خودمون دریافت کنیم بنابراین جای اینکه بشینید هی خودتون رو سرزنش کنید هی بگید که این اتفاق بعد برای من قرار بیفته یکم با خودتون مهربون باشید سعی کنید که به خودتون اون ارزش رو بدید که به بقیه میدید همیشه ما نباید برای دوستامون آدم های خوبی باشیم برای مادرمون دختر خوبی باشیم برای همسرمون زن خوبی باشیم باید یاد بگیریم توی زندگیمون که برای خودمون هم آدم خوبی باشیم اگر این افکار شما افکار سمی هستن و دارن به بدن شما آسیب میزنن مثل غذا خوردن میمونه شما میدونید که اگر غذای بد بخوری حتما این غذای بعد به شما آسیب میزنه پس باید روی افکارتون هم همینقدر تاکید داشته باشید و بدونین که فکری که توی بدنتون میذارید به شما آسیب میزنه پس جای اینکه این که فکرهای منفی داشته باشید و این آینده منفی رو برای خودتون بسازید سعی کنید با کمک یک مشاور با یک آدم متخصص این آینده رو این گذشته رو کنار بذارید و آینده ای که میخواید برای خودتون بسازید من میدونم که شما انسان توانمندی هستید میدونم که شما میتونید این کار رو برای خودتون انجام بدید با کلاینت های خودم دیدم که این اتفاق افتاده آدم های دور دیدم این اتفاق افتاده و این اتفاق برای زندگی خودم افتاده و دوست دارم که شما هم این رو داشته باشید امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید و انشاءالله گذشتتون رو از ذهنتون پاک کنید و احساسات قشنگ و دوست داشتنی که دلتون میخواد توی زندگیتون تجربه کنید فعلا تا برنامه دیگه که ببینمتون خداحافظ همگی